والی بلخ شهروندان شهر مزار شریف را به بی‌توجهی در امر مبارزه و جدی نگرفتن هشدارهای صحی متهم کرده از ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا خبر می‌دهد. محمد اسحاق رهگذر والی بلخ از قرنطین سازی مکمل شهر سخن گفته، از تاجران می‌خواهد که برای دستگیری خانواده‌های نیازمند در وضعیت فعلی تلاش کنند. ما جلسات پیهمی را به خاطر این موضوع در ولایت بلخ هم با سکتور خصوصی هم با مسئولین ادارات مختلف و همچنان بخش امنیتی و مسئولین امنیتی ما تلاش کردیم که جلوی ویروس در ولایت بلخ گرفته شود، ولی قسمی که شما در جریان هستین تا هنوز 12 واقعی مثبت ثبت شده و متاسفانه 4 تن فوتی داریم. در همین حال محمد افضل عدید رئیس شورای ولایتی بلخ حکومت مرکزی را به بی‌عدالتی در سهمیه بندی کمک ها و امکانات جهت مقابله با ویروس کووید 19 متهم کرده، خواستار فراهم سازی تدابیر بیشتر برای مبارزه با این خطر شده است. وزارت محترم سعتامه عدالت را در سطح افغانستان در نظر نگرفتن. ولایت بلخ مرکز شمال افغانستان است. بسیار بی‌انصافی است که اینها، ما تا حال چوب ششتیم صدای خود نکشیدیم، گفتیم بانین که خیر است، دوستا و مردم شریف بلخ از ما گلمند بودن که شما چرا خاموش هستین. ما تا زمانی که وسایل و ابزار درست در اختیار ما نباشه هیچ وقت صدای مردم بلخ صدای هوایی نمیخوایم مشت در تاریکی بزنیم. از سوی هم اینجا برای 2000 خانواده نیازمند از سوی یکی از شرکت‌های خصوصی مواد خوراکی توزیع گردیده است. که سکتور خصوصی افغانستان در کنار شما مردم هست، در سایر ولایت‌ها و حتی در خلسوالی‌ها. به یقین سکتور خصوصی در هیچ لحظات مردم عزیزش تنان نمیگذاره و به هر قیمتی که شود در کنار مردمشان استاد است. این خانواده ها که از شرایط بد زندگیشان قصه های تلخی دارند، خواستار بیشتر شدن کمک ها از سوی تاجران و نهادهای خیریه شدند. بسیار شرایط سخت آمده، نفرا کلگی مشکلات زیاد است، در خانه روز روزگار زندگی سخت است کلگی. همیجا از خاطر کمک آمدیم که خواستیم که کمک بگیریم. کمک ها خوب است برای مردم بی‌بضاعت، برای مردم غریب، مظلوم، بیچاره. دیگه از خواستم از دیگه تجارایی است که برای مردم مظلوم، بیچاره، رنجیده، مردم افغانستان بی‌بضاعت کمک دیگه شان خوبتر است. اینمی تقریبا اول خودی من 15 روز میشه که ما 16 روز میشه که ما در خانه قرنطینه هستم. دیگه مصارف خامخا و روزگار است هست دیگه. دیگه اول از خداوند متعال امیر میخوام که اینمی بالای مصیبت را آورده، خداوند متعال به خیر امیر دفع بگردانه که کلی که مسلمان ها از این مشکلات ها خلاص شون. دیگه بیا در اینمی تاجرای محترم که اینمی تو کمک میکنن، خداوند متعال کلی تاجرای مسلمان برادری ما را همت بتن که قدیم مسلمان ها کمک کنید، چرا که در شرایط امروزی بسیار مشکل است. این کمک ها برای خانواده های نیازمند در حال مساعدت می شود که در پی افزایش آمار افراد آلوده به ویروس کرونا و قرنطین سازی شهر، بهای مواد خوراکی در بلخ به گونه بی پیشینه بلند رفته است. هرچند شهروندان بلخ امواره از افزایش بهای مواد اولیه ابراز نگرانی کردند، اما با آن هم دیده می شود که تا اکنون تأثیرات چندانه نداشته است.